درود و سلام خسته نباشین دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین و در پناه حق باشین. و حاجی محمد رحیمی هستم، شما را به چینل لالا برس اکادمی خوش آمدید میگویم. دوستا، یکی از عزیزانم که برای ما به تماس شده بود و پیام داده بود در واتساپ ما که پرنده ما، دو تا پرنده ما که داخل کالونی هستن، او پرنده و پرواز کردن نمیتونه، یعنی مستقیم نمیتونه که در بالای امو گازی یا مثلا بالای از امو چوب نشست بکنه و فقط یک فوت یا الا دو فوت از زمین پرواز میکنه. دوستا، این مشکل هم من خود ما همی چیز داشتم. من ایره برای شما دوستا طریقهش برای شما بگم که چگونه ما ایره بتنیم که از این مشکل خود بکشیم و امی پرنده را و صحیح سلامت نگاه بکنیم، با عذاب نباشه که ما او را دوستا بتنیم که پس صحیح سلامت برگردانیم. خب ما میریم نشان میتیم از نزدیک ویدیو را، شما به تماشا بکنید دوستا. اما قبل از آن حتما چینل ما را سابسکرایب بکنید و لایک هم بزنید و به دوستای خود شیر بکنید. بریم ببینیم که ما چطوری ایره مثلا دوستا طریقش را نشان میتیم که چگونه امو پرایی که نوکای پری از اون پرنده خورد شده گیسته نمیتونه پرواز بکنه. و بر شما دوستا عزیزا، خب ماشاءالله میگرین دوستا که شاهایش هم بیرون برامده گیسته از داخل لانه و ماشاءالله یه بریدینگ دوم مسته. و اونجا که شما میبینید دوستا اما پرنده ای هسته که نمیتونه به درستی پرواز بکنه. خب شما ببینید دوستا، من ایر نزدیک میکنم، ببینید من ایر کوشش میکنم دوستا بگیرم به دست خود و بر شما نشان میدم که چطوری این پرنده شکسته. خب دوستا، من اینجا یک فنچی خب دوستا ما یک فنچ زیبرای نرشه گرفتیم که مثلا این پرایش اگر میبینید شما دوستا بر شما معلوم میشه که پرواز کرده نمیتونه و یک فقط دو فوت یا یک فوت یک پرواز میکنه، پس دیگه نمیتونه مستقل بالا پرواز بکنه. خب دوستا، این قسم به خاطر چی کار میشه که پرایش شکسته میشه؟ به خاطر که این در وقت پرواز یا در یک وقتی که مثلا و یک برخطا میشه، مثلا پرواز میکنه زودی کده در یک بغل میخوره، در یک جای میخوره، یا مثلا در یک جای در بغل دیوال میخوره، یا مثلا در پنجره میخوره، با او خاطر که از محکم میخوره دوستان، این به خاطر از امو است. این پرای ازی کنده میشه و دیگه یکی از کمبوتی های کلشیم هم که است، همی است به خاطر که کلشیم کمبوتی میکنه دوستان، یه پرایش که هسته به این شکل بیرون میشه. خب دوستا، ایره به چه خاطر مثلا چطور میتونیم که ایره پس دوباره ایره سالم دوباره پرایش مکمل پس بیایم، ایره چطور کنیم که جور شود؟ خب دوستا، به خاطر پالیسی یوتیوب من نمیتونم فعلا ایره کنده کنم، امی بالای از ایره با شما میتونید دوستا پیش یک متخصصی که مثلا کسایی که پرنده های زیادی را مثلا نگاهداری میکنه پیش از او برند، او بر شما دوستان نشان میده که چطور مثلا این را بدونی که این کدام صدمه ببینه پرنده، این را کنده بکنیم از جایش بیرون کنیم که پرنده آزار نبینه. و کسایی که کفتر را هم نگاه میکنه دوستان از اونا باید بپرسند، اونا بر شما میگن طریقش چطوری ما این را کنده کنیم که پس دوباره بیرون شود. خب دوستان، ایره مثلا ما چگونه مثلا ایره دوباره پس سالم و صحتمند داخل کالونی خود پس برگردانیم؟ ایره باید در مدت 20 روز بعد از اینکه امو پرای از ایره که مثلا کنده کردیم از جایش بیرون کردیم، ایره در مدت 20 روز الا 25 روز داخل یک کالونی جدا، یا کالونی نباشه بلکه یک سپریت گیج باشه، یک قفس جداگانه باشه که در اونجا نگاهداری بکنید در 20 روز الا
25 روز نگهداری بکنین و کلسیم و ویتامین و از دانه هایی که مثلا در پرنده های زیبرا فنج میتین دوستا باید پیشش همیشه باشه و قسم جور کنین که امو داخل گیجه باید استریپ با استریپ باشه. مثلا اگر 1.5 فوت الی 2 فوت اگر مثلا قفس داشته باشین میتونین دوستا داخل از این نگهداری بکنین و اندازه امو جایی که مثلا نشست میکنه میشینه اندازه 1.5 فوت یا 1 فوت اندازه یا پایین تر از او اگر باشه که دم مشکل نداره، چون که اگر داخل از او مثلا پرواز بکنه زیاد بس باعث میشه که امی بالای ازی دوباره بشکنه دیگه بالای ازی به زودی جور نمیشه. فقط یک بار دوستا ای را کوشش بکنین که به یک متخصصی صحیح بشه که او متخصصی باشه که بتونه پرای ازی را بسیار به آسانی ای را بیرون بکنه تا که این صدمه زیاد نبینن. خب دوستا به خاطر چی ایرم برای شما گفتم دوستا که به خاطر چی قسمی میشه بالای ازی؟ یکی از وجوهات امی است که کلسیم بدن پرنده که است در وقتی که مثلا از لانه بیرون میشه در او وقت کمبوتی کلسیم میکنه، به او خاطر که است دوچار امی قسم یک چیز میشه. خب دوستا اگر کدام سوالی داشتین پیشنهاد داشتین دوستا میتونین در واتساپ ما که بالا اینجا نمبر نشته میشه دوستا ببینین و واتساپ بکنین دوستا سوال داشتین انشاءالله ما در خدمتتان هستم. خدا نگهداریدان.